خب من تصویر وارد نرم افزار کردم، انتخابش میکنم تو قسمت آبجکت کراپش میکنم، چون میخوام کراپ باشه که دیگه زیاد جا نگیره. این تر رو میزنم یه همچین حالتی و ما میتونیم آرتبوردمون رو هم یک مقدار کوچیکترش کنیم و زومش بکنیم. خب کنترل تو رو میزنم که قفل بشه. ببینید من نصف صورت این کاراکتر رو میخوام طراحیش بکنم، یعنی یک سبک جدید میخوام باشه. یک مقدار زومش میکنم. ببینید بخوام انتخاب بکنم وسط حالا این صورت رو، میتونم این دندون رو یا بینی رو انتخاب کنم، ببینید اینجا باشه. خب من خطکش رو اینجا میذارم، دقیقاً وسط قرار بگیره. نصف صورتش رو میخوام طراحی انجام بدم. خب زوم میکنم، از موها شروع میکنم. خب معمولا از پن استفاده میکنیم، پن رو انتخاب میکنم. اول باید، حالا اگر پروژه های کاراکتر من رو دیده باشین همیشه میگم که اول طرح کلیتون رو بکشین بعد وارد جزئیات بشین. الان من میام طرح کلی رو میکشم. الان این قسمت یه دونه تار مو هست، بک‌گراندش رو کاری ندارم. حالا این تار مو رو فعلا ول میکنم، میام اینجا قسمت کلی موهای کاراکترم رو میکشم. ببینید اینطوری، یعنی اینجا هم میتونه یک مقدار حالت صاف داشته باشه، اینجا میتونه کر باشه. البته که من میخوام بیشتر شیفت و ایکس رو میزنم که حالت استروک بشه که ببینم. البته من میخوام خیلی ساده شده و از خطوط تیز استفاده بکنم تا منحنی، و اینجا رو به این شکل، یعنی کوچولو از منحنی استفاده میکنم. مثلا اینجا رو میام یک کلیک و درگ، و اینجا رو هم به این شکل میچسبم. خب این شد شیفت و ایکس رو بزنم، این شد شکل کلی موهاش. خب شیفت و ایکس رو میزنم، فعلا من دونه دونه هر کدوم از تار موهاش رو میکشم و بعد حالا استروک یا فیل بهش میدم. یک کلیک اینجا میزنم، اینجا یه دونه تار مو داره، من یه دونه استروک میکشم. خب این تار موش به این شکل باشه. حالا نیاز نیست همه یه تار موش دونه دونه رو انتخاب بکن، چون خیلی ساده شده میخوام باشه. خب شیفت رو نگه میدارم، یک کلیک اینجا میزنم و یه دونه تار مویی که حالا از همشون بیشتر تو چشمه، از کادر اصلی، یعنی از اینجایی که من کلی گرفتم طرح مو رو، میزنم بیرون بره. خب اسکیپ رو میزنم خارج میشه. یا مثلا این قسمت تار مو رو، یا مثلا از اونجایی که شکسته، یعنی اینجا مثلا از اینجا میزنم تار موش بیاد بیرون یک مقدار پایین تر، یعنی این شکلی. حالا اجراش کردم، متوجه میشی. و دوباره ادامهش رو میام اینجا، اینجا یه دونه تار مو داریم و از اینجا میزنم از کادرم بیاد بیرون یک حالت منحنی. این تار موها رو به این شکل اینجا بکشید. این قسمت رو هم از این قسمت میزنه بیرون. خب خوبه. این قسمت پایین رو هم میخوایم یه همچین حالتی داشته باشیم، اینجا رو هم به همین صورت. خب فعلا، حالا بعد به جزئیات باز بیشتر میپردازیم. خب میام این قسمت طرح کلیم رو، اینی که طرح کلی کشیدم انتخابش میکنم، شیفت و ایکس رو میزنم این حالت بشه. میخوام یک رنگ حالا قهوه‌ای تیره میتونیم بهش بدیم، و اینجا من یه قهوه‌ای تیره میام بهش میدم این حالتی باشه، و تار موهایی که کشیدیم رو یک مقدار روشن‌ترش میکنم. خب همه رو با هم انتخاب میکنیم از این قسمت، این تار مو رو بجز این شکل کلی که کشیدیم به این شکل میشه. میام استروکش رو روی دو قرار میدم و از قسمت یونیفورم روی اولین کلیک میکنم. خب رنگش رو هم میتونیم از رنگ موی اصلی شیفت رو نگه میدارم، حتما با استروک رو باشه. میتونیم یه همچین حالتی بهش بدیم، اما یک مقدار دیگه تیره ترش بکنیم که اون تار مو مشخص باشه. میبینید این شکلی یعنی باشه. و من اصلی رو بردارم، عکس اصلی رو، چشمش رو خاموش کنم، این شکلی میشه. و میتونیم یه سری جزئیات بذاریم، من دوباره انتخابش کنم. خیلی فکر میکنم دیگه مشکیش کردیم. من یک مقدار، یک کوچولو میام اینجا، یک کم میارمش پایین، یک مقدار میخوایم تیره تر باشه، یعنی الان بهتر شد. حالا یه سری اینا رو هم میتونیم جابجا کنیم، مثلا این بیاد پایین تر، اینجا قرار بگیره، بره داخل. اینو دیگه آخر کار چکش میکنیم. خوب که طراحیمون تموم شد، اینجا رو میتونیم چک بکنیم. خب میام توی قسمت پایین، من چشم این رو بر میدارم. بذاری من همه اینا رو یه کنترل جی بزنم گروپش بکنم، که بعد میخوایم انتخابشون کنیم بتونیم به راحتی انتخاب کنیم. قسمت گوشش رو میگیرم. ببینید گوشش رو هم دوباره من میام، چون میخوام ساده باشه، میتونیم اینطوری مثلا این قسمت رو به این شکل مثلا بذاریم،
می‌بینید شکل کلیش رو من دوباره میام میگم، یه کوچولو حالا اومدم منحنی بش دادم، دوباره از رنگ خود گوش میگیرم. خب این شکل کلیشه. چشمش رو برمیدارم، من چشمش رو بردارم خودم خیلی راحتم تو انجام دادن. شما میتونید قفلش هم بکنید، چون قسمت‌های داخلی گوش رو می‌بینید به این صورت میخوام داشته باشم. شیفت و ایکس رو میزنم یا این قسمت رو هم دارم، باید گوشه مشخص باشه خب به چه شکله. اینجا رو میتونیم منحنی کنیم، میتونیم هم از خطوط استفاده کنیم. یه دونم اینجوری میخوام باشه. خب حالا این ستا رو انتخاب میکنم، یک مقدار رنگ رو تیره تر میکنم، ببینید این شکلی باشه. حالا ستا رو هم دوباره من بیام انتخابشون کنم و استروک رو روی دو بذارم، این شکلی میتونه باشه. خب البته خب مو میاد رو قرار میگیره دیگه، اینجوری ببینید من دوباره چشمش رو بردارم به این شکل میشه. خب دوباره میام گوش و خط ها رو همه رو با انتخاب کنم، کنترل جی. حالا میام این قسمت ابروش البته اینجا کم رنگه، ولی خب ما میتونیم اینطوری یه کوچولو اینجا منحنی بهش بدم، این شکلی. دوباره از رنگ قهوه یا از رنگ موش میتونیم بگیم، از رنگ مو خب بهتره چون جذاب تره. مثلا یه تار موی هم اینجا داره، خب اینجا میتونیم که خط بذاریم. خب شیفت و ایکس رو میزنم، میتونه خط باشه و همین خط رو بیام از یونیفرمش استفاده کنیم، یا مثلا نه یکی از اینا مثلثه فکر میکنم الان اینجوری بهتره، یا مثلا یه خط دیگه دوباره به عنوان مثال اینجا بخوام بذارم. خب همین رو هم دوباره میتونیم انتخاب بکنیم، همین که باید هی دونه دونه انتخابش میکنیم مثلا اینطوری باشه. خب برای چشمشم میایم فرم چشمش رو میکشیم. خب ببینید من فرم چشمش رو به این شکل میام میکشم. خب شیفت و ایکس رو میزنم این شکلی باشه. قسمت بالای چشمش یه دونه منحنی میتونه داشته باشه، شیفت و ایکس رو میزنم. دوباره قسمت پایینم یه دونه منحنی داره. خب این دوتا رو میتونیم انتخاب کنیم، دوباره این شکلیش بکنیم. خب حالا میتونه اون گردی داخل چشمم باشه، میتونه نباشه، چون من خیلی میخوام ساده شده باشه. الان برای بینی این قسمت رو میتونیم بیاد اینجا، اینجا میتونه خط باشه، اینجا میتونه منحنی باشه و اینجا هم میتونه حالا هر خط باشه یا منحنی باشه. اینجا رو من بچسبونم به این، اگه بخوام خط باشه اینجوری خط میذاریم، فکر میکنم خب خط بهتر باشه. یک من اینو حذفش میکنم، دوباره میکشم چون میخوام یه کار دیگه انجام بدم. مثلا این رو بیارم اینجا تا اینجا اوکیه. خب از اینجا دوباره خودم بیام یه یا مثلا این رو بیارم تا اینجا، خب دوباره از اینجا میتونیم از این خط خطی های اینطوری هم استفاده بکنم. خب که هر کدوم از اینا جدا دوباره من انتخاب و میام مثلا این حالتی بهش میدم، یا نه از همون مثلث میتونیم استفاده کنیم باز. حالا اینا همه ادیت میشه. دوباره یه دونه خط اینجا برای لبخندش داریم، میتونیم به این صورت انتخاب کنیم، یونیفرمش کنیم و دوباره قسمت خنده هم داره، یعنی از اینجا من یک کلیک اینجوری. خب این بیاد داخل، اینطوری فکر میکنم بهتره. و قسمت حالا داخلی اون دهن رو هم داریم که شامل دندون میشه و دندون رو میتونیم کامل انتخابش بکنیم. مثلا این دوتا رو من انتخاب میکنم، البته اولی رو میتونیم انتخاب کنیم. بذاری من اولی رو یک مقدار سایزش رو بیشتر، یکی شیفت و ایکس میزنم. ببینید میتونیم دندون رو کامل اینجا نشون بدیم، ببینید این حالتی میشه. خیلی ساده شده اون رو میتونیم داشته باشیم. و این قسمت رو هم میتونیم یه حالت صاف باشه، اینطوری باشه، شیفت و ایکس. و این رو هم روی دو و میتونیم از این یونیفرم استفاده کنیم. من اینو هی برمیدارم میبینم ببینم چه شکلی میشه. میبینید و قسمت گردن اینجوری باشه و دوباره این قسمت میتونه یه دونه هلال باشه که حالا چون برای لباسش مشخص باشه. و حتی اینجاها رو هم میتونیم به این شکل داشته باشیم و حتی یه خط دیگه هم اینجا میتونیم حتی بهش بدیم. خب من دوباره این رو برمیدارم، مثلا اینا رو میتونیم انتخاب بکنیم و این رو روی دو قرار بدیم و به این شکل بذاریمش. من برای اینکه رنگ پوست رو هم داشته باشم
بذاریم من همه اینا رو دوباره برای که صورت کلی رو داشته باشیم، من دوباره چشم همه اینا رو میبندم. البته خب این رفت، میام این قسمت رو هم به این صورت میگیرم که حالا قسمت کل صورت رو هم داشته باشیم. با آیدارپر از رنگ اینجا میگیرم و دوباره این قسمت های پایین رو هم به همین صورت میام اینجا و اینجا رو هم میگیریم. حتی حالا لباسش باشه برای بعد. چشم همهشون رو روشن میکنم، این دوتا رو میام زیر همه اینا قرار میدم که این رو قرار گرفته باشه. خب حالا جاهایی رو که سایه روشن داره هم میخوایم استفاده کنیم. من این رو برمیدارم، مثلا یه سری جاها تا خطوط پیشونیش هم که چروکه هست، حالا اونو نیاز نیست بکشیم. من این رو برمیدارم، یه سری جاهای تیر روشن داره، من انتخابش میکنم. یه کوچولو میخوام از جای روشنش بگیرم، جای روشن تر باشه پوستش خیلی بهتره که ما میتونیم از تیره ترینش استفاده کنیم. این خوبه. اینو یک مقدار میارم بالا چون زیر اون قرار میگیره. خب خوبه. جاهایی که تیره داره میتونه زیر این قسمت موهاش باشه. مثلا من میام اینجا رو به این صورت میکشم، این رو حالا کامل به این شکل چون میره زیر موها قرار میگیره این شکلی، و رنگش رو تیره تر میکنم یک مقدار. حالا از خود پوستم بذارید بگیرم بهتره، مثلا از اینجا میگیرم تیره تر باشه. میبینی الان این روی این بغل بگیره، البته یک مقدار دیگه روشن تر، دیگه خیلی زیادی نباید تیره باشه. میبینید این شکلی. یا دوباره مثلا این رو برمیدارم این یکی رو ببینم کجاها تیره است. مثلا اینجاها میتونه یه کوچولو، اینجاها میتونه یه کوچولو تیره باشه. خب به این شکل میتونیم بگیریم. البته خب همون رنگ بک‌گراند رو بهمون داده، رنگی که من گذاشتم اینجاها. یا مثلا معمولا این قسمت ها هم میتونه، من شیفت رو نگه دارم که روی اون یکی نگیره، بذاری من این رو قفلش کنم. خب من معمولا این قسمت ها هم میتونه یک مقدار حالت اون تیرگی رو بده. با آیدراپر از این میگیرم. البته همه اینا باید زیر حالا اون خطایی که کشیدیم قرار بگیرم. مثلا این قسمت ها معمولا اینجاها یک مقدار تیره میشه. این قسمت ها یعنی اینو همیام زیر تمام اینا قرارش میدم. ببینید یک مقدار بیاد، البته جاش خوب بود. ببینید یا مثلا میام حتی این قسمت های تیره اینجا هم میتونه اون تیرگی رو بده. خب اینا بیاد زیر اینا قرار بگیره، یعنی این بعد رو قرار بگیره. خب خطوطی که میخوام تغییر بکنه و رنگش رو تغییر بدیم اینا هست. از رنگ اینجا میگیریم. خب خوبه. حتی همین گوشش هم باز یه سری تیرگی ها باید داشته باشه، تیرگی هایی که بعد روی گوش انجام بدیم. من اینو قفلش کنم. این دندونش رو چون که به عنوان دندون الان قفلش کردم، به عنوان دندون ازش استفاده کردیم. کجاست؟ اینجا. این رو میتونیم رنگ سفید بهش بدیم چون خب دندون سفیده دیگه، و میتونیم یه خطی به داخل بیاریم، این حالت استروک که حالا یک مقدار کوچیکترش بکنیم. البته از این نمیتونیم، از مثلث نمیتونیم استفاده کنیم و باز کوچیکتره، چیزی که حالا این حالت باشه، این کشیده تر باشه. یا از این خطوطی که اینجا برای ابرو کشیدیم، برای این قسمت کشیدیم، اصلا میتونیم از برای جای دیگه هم استفاده کنیم. به عنوان مثال اینجا مثلا برای این زیر این قسمت بالای چشمش مثلا میتونیم استفاده کنیم. یا مثلا یک حالت منحنی میتونیم باز اینجاها بهش بدیم. اینا دیگه بستگی هم به سایه داره، هم که شما میخواین چطوری از این خطوط استفاده کنید و چقدر جزئیات بهش بدین. میتونید جزئیات هم بهش اضافه کنید. خب برای اینکه این داخل این قسمت دهنش هم شیفت و ایکس رو بزنیم، اینجا یک مقدار یه سری جاها باید
اینطوری باشه، یعنی مثلا جا تیره تر باشه، یه سری جاها رو باید ضخیم تر کنیم، یا مثلا این یکی و این یه دونه رو میتونیم انتخاب بکنیم، این سایزش رو بیشتر کنیم، خب یه سری جا ضخیم تر باشه، یا مثلا این یکی رو باز انتخاب میکنم عدد 2 میذارم بهش، خب ضخیم و نازک استفاده کنید که بتونه طرحتون رو جذاب بکنه، یا مثلا حتی این یکی رو با این یکی قسمت گردن رو انتخاب میکنم و سایزش رو 3 میذارم، یعنی اینجا ضخیم تر باشه خیلی جذاب تره و این قسمت بدن رو هم انتخاب و سایز 3 رو بهش میدیم. خب این قسمتی هم که برای گردنش هست با یه سری باز یه سری سایه ها داره. قسمت سمت چپ رو من میخوام کلن کات کنم، حتی شما بکگراند آبی هم که اینجا داده میتونین نقاشی شده باشه، ببینید حالا بکگراند رو میام زیر قرار میدم، ببینید حالا من میخوام این قسمتی که طبیعی هست این رو جدا بکنم از این، پس میام کلن این کات رو انتخاب میکنم به این شکل با عکس زیرین جفتش رو با هم انتخاب می‌کنم، یعنی عکس اصلی و این کادری که کشیدم، راست کلیک و کلیپینگ ماسکش می‌کنم. خب الان من بیام همه اینو بجز عکس اصلی، عکس اصلی رو انتخاب می‌کنم، همه اینا رو با هم کنترل جی بزنم، خب ببینید این شکلی میشه، نصفش اینوره این نصفش هم به این شکله و اینطوری من گاید رو همه نازم بیرون، ببینید اینطوری نصف به این شکل میشه و شما میتونین حالا یه بک‌گراند هم نداشته باشه، مثلا این بک‌گراند رو برداریم این حالتی میتونیم انجامش بدیم، خب بک‌گراند باشه دیگه شبیه اونه، حتی یه سایه هم این قسمت ها داره، میبینی حتی این قسمت سایه رو هم شما میتونین بهش بدین که طبق همون عکسی که داریم باشه، مثلا من میام اینجا و رنگ حالا اینی که کشیدیم رو یک مقدار تیره ترش کنیم، یا با آیدارپن از رنگ همین بگیریم، خب این رو باید زیر این قسمت قرار بدیم و بلارش بکنیم، چون حالت بلار هم داره، دیگه خیلی بلار شد، یک مقدارم اپاسیتیش رو میتونیم کم بکنیم، ببینید اون سایه پشت رو هم پشت سایش رو هم میتونیم به این شکل بدیم. خب یه نگاه کلی میخوام بگم دیگه چه کاری انجام بدیم، برای گوشش بذاریم من گوشش رو انتخاب کنم، ببینیم گوشش رو یه استروک دورش باید بدیم، آیدراپر انتخاب میکنم، استروک رو قرار میدم، شیفت رو نگه میدارم و یک مقدار سایزش رو بیشتر میکنم، یعنی یه استروک هم دور گوش بدیم خیلی بهتره، یعنی خیلی بهتر شد و فکر میکنم هنوز این قسمت ها بذاری من این قسمت رو انتخاب کنم، قسمت گردنش رو این و این، این هنوز بزرگتر باشه سایزش خیلی بهتره، این الان بهتر شد و قسمت موها رو هم بذارید انتخاب کنم، بذارید ببینم این جزء موها نیست، اینا همه رو باید جدا جدا گروپشون بکنیم تا قاطی پاتی نشه، من موها رو انتخاب کنم اینجاست، خب این موها رو بجز یعنی این تارای مو رو من باید سایزش رو بیشتر بکنم، این سایزش رو بیشتر که میکنیم تارهای مو اینجا بهتر نمایان میشه، دیدین چقدر بهتر شد به این شکل، اینطوری میتونی یک کاراکتر سری و ساده طراحی بکنی.